سخت خبرم. آغاز تزریق سراسری واکسن آکسفورد استرازنکا در بریتانیا. مقام‌های مسئول می‌گویند نقطه عطفی در مبارزه با کرونا است. با ادامه تنش میان ایران و آمریکا، ناو هواپیمابر نیمیتس برخلاف تصمیم قبلی در خلیج فارس می‌ماند. کل کاری که می‌خوام انجام بدم فقط می‌خوام 11780 رأی پیدا بشه. انتشار مکالمه تلفنی جنجالی از رئیس جمهوری آمریکا. ترامپ از یک مقام ایالت جورجیا خواست برای تغییر نتیجه انتخابات رأی پیدا کند. و اعلام حکم دادگاه جولیان آسانج در لندن. درخواست استرداد بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس به آمریکا رد شد. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در بریتانیا از امروز تزریق واکسن آکسفورد آسترازنکا شروع شد، دومین واکسن کرونا که برای استفاده در این کشور تایید شده. بریتانیا کمتر از یک ماه پیش تزریق واکسن آمریکایی فایزر رو شروع کرد. آمار ابتلا به کرونا در این کشور در هفته‌های اخیر با شیوع نوع جدید ویروس با سرعتی بیشتر رو به افزایش بوده و سبب شده که دولت در بسیاری از مناطق انگلستان و ویلز محدودیت‌های اجتماعی سختگیرانه‌تری برای کنترل اون اعمال کنه. فؤاد مسیحا گزارش میده. گام بلندی دیگر به سوی پیروزی در روزهایی پر از بیم و امید. آغاز تزریق دومین واکسن کرونا در بریتانیا، کشوری که این روزها شیوع نوع جدید ویروس کرونا خواب از چشم مسئولان و مردمش گرفته. بریتانیا اولین کشوری است که واکسن ساخت دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنکا را به شهروندانش تزریق می کند. و این مرد 82 ساله اولین فردی که این واکسن را زد. خب این واکسن برای من یعنی همه چیز. فکر می کنم واکسن تنها راهیه که می تونیم کمی به زندگی عادی برگردیم. این ویروس وحشتناکه، مگه نه؟ در هفته های اخیر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در بریتانیا و مرگ و میر ناشی از آن با سرعتی غافلگیر کننده رو به افزایش بوده. دلیلش به گفته مسئولان سرعت بالای سرایت نوع جدید ویروس کرونا است که در بریتانیا شایع شده. ویروس هایی که حتی سخت گیرانه ترین محدودیت ها هم هنوز نتوانسته جلویشان را بگیرد. نوع جدید ویروس زندگی رو برای همه سخت‌تر کرده. کنترل شیوع رو هم دشوارتر کرده چون سرعت سرایتش خیلی خیلی بالاست. این یعنی محدودیت‌های قبلی که خوب هم کار می‌کرد در برابر این نوع جدید کافی نیست. برای بریتانیا اولویت این روزها علاوه بر کنترل شیوع، پایین آوردن میزان مرگ و میر ناشی از کرونا است. تا حالا بیشتر از 75,000 نفر در این کشور بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. مسئولان فعلا تزریق دوز دوم از واکسن آمریکایی فایزر را به تعویق انداختند تا امکان تزریق به تعداد بیشتری از افراد آسیب پذیر را فراهم کنند. توانستیم واکسن زدن به مردم را سریع‌تر کنیم. چون حالا میدونیم ایمنی در برابر ویروس بعد از تزریق اولین دوز هم ایجاد میشه و دوز دوم رو میشه تا 12 هفته به تعویق انداخت. این یعنی تعداد کسانی که در چند ماه اول واکسن میزنن دو برابر برآورد اولیه خواهد بود. و خب این خبر خیلی خوبیه. حفظ جان مردم و البته خارج شدن هرچه سریعتر از وضعیت و محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری. مقام‌های مسئول در بریتانیا امیدوارند تا پایان این ماه میلادی به سقف تزریق 2 میلیون واکسن در هفته برسند. هدفی که با شروع استفاده از واکسن آسترازنکا خیلی هم بلند پروازانه به نظر نمی‌رسد. واکسنی بریتانیایی که هرچند اثرگذاریش از دو نوع آمریکایی آن فایزر و مدرنا کمتر است، اما شرایط راحت‌تر نقل و انتقال و نگهداری و همچنین قیمت پایین‌تر آن تولید انبوه و دسترسی به آن را ساده‌تر و سریع‌تر کرده. فؤاد مسیحا، بی بی سی. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از وجود بازار سیاه واکسن روسی کرونا در تهران خبر داده. قیمت دو دوز این واکسن به نوشته این روزنامه 1000 یورو است و معادل ریالی آن را قبول نمی کنند.
بر اساس این گزارش چون ضمانتی هم در مورد اینکه آیا این واکسن اصل باشد یا تقلبی وجود ندارد. مریم افشنگ همکارم به ما پیوسته. مریم، چه جزئیات بیشتری داریم در مورد این خبر؟ ببین مجید، همونطوری که گفتی یک بازار سیاهی گویا در ناصر خسروی تهران را افتاده. نام در واقع اسم این گزارش هم نوشته شده دلالی مرگ و رفته با چند تا از داروفروشان در ناصر خسرو صحبت کرده که دارن واکسنی به نام واکسن کرونا میسازن و گفته میشه که این واکسن روسیه، ولی واقعیت اینه که اصلا معلوم نیستش که این تاییدیه وزارت بهداشت ایران و یا دولت رو داره نداره، در صورت بازار سیاهه. و بحث اینه که ایران خب مسلماً مرز مشترک با 7 کشور داره و ممکنه از توی این گزارش میگه که هر چیزی از اروپا یا آمریکا یا از هر جای دیگه دنیا در عرض 48 ساعت میتونه به ایران برسه، ولی این که با چه کیفیتی میرسه و چطوری میرسه، دو گزارش میگه که بر اساس صحبتهایی که با داروفروشان کرده میگن مسافرها میارن، ولی بحث اینه که ما میدونیم در هر صورت وضعیت پروازها چطوریه و همین جایی که الان ما هستیم در انگلیس که واکسن زدن شروع شده، من و شما امکان این که بتونیم بریم واکسن بخریم ببریم جایی رو نداریم. بنابراین واقعا سوال‌های بسیاری در مورد این واکسن مطرحه و گفته میشه که به این دلیل که واکسن قرارم هست که گویا بر اساس این گزارش تا 2 هفته دیگه واکسن چینی هم وارد ایران یا وارد همین بازار سیاه بشه و در دسترس مردم قرار بگیره و احتمالاً ارزون‌تر از واکسن روسی خواهد بود. بحث اینه که چیزی که فروشنده به خبرنگار گفته این بوده که واکسن روسی و چینی به این دلیل که از فرمول در واقع ویروس ضعیف شده کرونا استفاده میکنه شرایط نگهداریش راحته، فقط جای خشک میخواد و شرایط خاصی نداره. مال غرب، کشورهای غربی به این دلیل که از فرمول های ژنتیکی ساخته میشه شرایط نگهداریش سخت‌تره، که باز این هم اطلاعات دقیقی نیست، برای اینکه همین الان همینطور که در گزارش فؤاد هم دیدیم واکسن آکسفورد حمل و نقلش راحته و شرایط نگهداریش راحت‌تره. و چیزی که هست اینه که باز به دلیل بسته بودن مرزها واقعا مشخص نیست این واکسن هایی که الان داره در بازار سیاه فروخته میشه چطوریه و اون وقت ممکنه جان آدم ها باز هم در خطر قرار بگیره، یعنی نه تنها از بیماری کرونا که از واکسنی که معلوم نیست واقعا واکسن واقعیه یا نه. این مشکل را اگه یادت باشه چند ماه پیش با واکسن آنفولانزا و بازار سیاهی که در بازار در واقع خرید واکسن آنفولانزا در بازار بود داشتیم. هلال احمر خبر داده از 1 میلیون دوز واکسن چینی که خریداری کرده و امیدواره که بتونه به زودی به کادر درمان و کسانی که در شرایط پرخطر هستند تزریق بشه. چیزی که مهمه اینه که قاعدتا تمام واکسیناسیون اینا باید از طریق دولت، از طریق مجراهای دولتی، از طریق وزارت بهداشت و بیمارستان‌های شناخته شده انجام بشه و قاعدتا باید قیمتش در اندازه‌ای باشه که مردم توانایی شده شوشن یا به صورت مجانی مثل اینجا که برای کسانی، برای در واقع حالا فعلا کادر درمان و افراد پرخطر در دست رسه. این چیزایی ممنونم مریم افشنگ. دو خبر کوتاه. اتحادیه اروپا هشدار داده که اثرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم به منزله انحراف قابل توجه ایران از تعهداتش در برجام است. ساعتی بیشتر علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته بود این کار با دستور رئیس جمهوری و در راستای قانون مصوب مجلس صورت گرفته. در این قانون مجلس از دولت خواسته که در پاسخ به لغو نشدن تحریم‌های آمریکا غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد و ظرف 2 ماه همکاری برای بازرسی نامحدود آژانس از تأسیساتش را متوقف کند. وزارت خارجه ایران از افغانستان و عراق در ارتباط با جلسه سازمان ملل متحد ابراز ناخرسندی کرده. اخیراً در جلسه کمیته امور اداری سازمان ملل آمریکا می‌خواست با افزودن بندی در بودجه سال 2021 این سازمان گروه کارشناسی برای تحریم ایران را احیا کند. بر اساس گزارش‌ها عراق به این پیشنهاد آمریکا رأی ممتنع داد و افغانستان هم در این جلسه شرکت نکرد. البته پیشنهاد آمریکا در نهایت به تصویب نرسید. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص شده، ولی با پافشاری رئیس جمهوری دونالد ترامپ برای نپذیرفتن شکستش هنوز بحث بر سر اون ادامه داره. از جمله امروز صدای مکالمه تلفنیش با مسئول برگزاری انتخابات در ایالت جورجیا منتشر شد که در اون به نظر میرسه آقای ترامپ او رو زیر تحت فشار گذاشته تا نتیجه رو مخدوش اعلام بکنه. جورجیا
یکی از ایالت‌هایی است که دونالد ترامپ در اون به جو بایدن باخت ولی بدون ارائه شواهد مدعی است در اون تقلب شده. فردا در همین ایالت برای دو کرسی جورجیا در مجلس سنا رأی گیری میشه، رقابتی که معلوم میکنه کدوم حزب در کنگره دست بالا رو خواهند داشت. هادی نیلی گزارش میده. جورجیا یکی از خبرسازترین ایالت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده و هنوز هم در کانون توجه است. کلی لافلر یکی از دو سناتور جمهوری‌خواه ایالت جورجیا در کنگره آمریکا است که حالا برای حفظ کرسی خود تلاش می‌کند. جمهوری‌خواهان که کاخ سفید را باخته‌اند حالا فقط با حفظ تسلط بر مجلس سنا می‌توانند اهرم قدرتمندی برای مقابله با سیاست‌های رئیس جمهور آینده که از حزب رقیبشان است داشته باشند. تا اینجا جمهوری‌خواهان 50 کرسی از 100 کرسی سنا را در دست دارند. آنها کافی است یکی از دو کرسی جورجیا را در دست نگه دارند تا مانع از قدرت بلا منازع دموکرات‌ها بر کل قوه مقننه و قوه مجریه شوند. نوار مکالمه اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ با براد رافنسپرگر، مسئول برگزاری انتخابات در جورجیا منتشر شده که در آن باز هم تلاش می‌کند این مقام جمهوری‌خواه را قانع کند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را مخدوش اعلام کند، گاه با خواهش و گاه با لحنی که شبیه تهدید می‌شود. و اوج این مکالمه جایی است که دونالد ترامپ صریحاً می‌گوید می‌خواهد آنقدر رأی برای او پیدا شود که تفاوت رأی جو بایدن را پشت سر بگذارد. ببینید، کل کاری که می‌خوام انجام بدم فقط میخوام 11780 رأی پیدا بشه. در هفته‌های اخیر که تبلیغات انتخابات برای دو کرسی جورجیا در سنای آمریکا ادامه داشت، یک چالش جمهوری‌خواهان این بود که با وجود حمله‌های نامزد حزبشون در انتخابات ریاست جمهوری به مقام‌های جمهوری‌خواه مسئول برگزاری انتخابات، همچنان رأی دهندگان همحزبیشان را قانع کنند که باز هم به صندوق رأی اعتماد کنند و به دو نامزد جمهوری‌خواه رأی بدهند. وضعیتی که از دید جمهوری‌خواهانی که با ادعاهای دونالد ترامپ علیه انتخابات همراه نشدند، چالشی برای این حزب است. هادی نیلی، بی بی سی، در آتلانتای جورجیا. وزارت دفاع آمریکا میگوید ناو هواپیمابر نیمیتس رو در خلیج فارس نگه می‌داره. پنتاگون دلیل تغییر تصمیمش رو تهدیدهای ایران علیه مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور عنوان کرده. پیشتر پنتاگون اعلام کرده بود که مأموریت 10 ماهه این ناوگروه به پایان رسیده و آب‌های خلیج فارس رو ترک خواهد کرد. در همین حال در ایران سپاه پاسداران میگوید که نفتکشی با پرچم کره جنوبی را در خلیج فارس توقیف کرده. به گفته سپاه این نفتکش که از بندری در عربستان حرکت کرده بود به دلیل ایجاد آلودگی در محیط زیست متوقف و به بندر عباس منتقل شده. این در حالی است که یک مقام ارشد کره جنوبی قرار است به زودی برای گفتگوها در مورد میلیاردها دلار دارایی توقیف شده ایران در کره جنوبی به ایران سفر کند. زمانی که در 11 دی پنتاگون اعلام کرد که ناوگروه نیمیتس رو از منطقه خاورمیانه خارج میکنه، بسیاری از تحلیلگران این جنبندی رو داشتن که شاید دلیل این تصمیم در زمانی که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بالا گرفته این هست که دولت آمریکا این عزم رو داره که در این شرایط از میزان تنش‌ها کم کنه و یک مقدار آرامش ایجاد کنه. حالا مشخص شده که در پی تغییر تصمیم داره گزارش میشه که تصمیم کریس میلر کفیل وزیر دفاع آمریکا برای خروج نیمیتس از منطقه به رغم مخالفت‌های فرماندهان ارشد و مشاوران نظامیش بوده و آقای میلر در بیانیه‌ای که صادر کرده علت این تصمیم، تغییر تصمیم در حقیقت، یعنی توقف بازگشت نیمیتس از آب‌های اقیانوس هند به آمریکا رو بالا گرفتن تنش‌ها عنوان کرده. در بیانیه‌ای که صادر شده گفته که به دلیل تهدیدهای رهبران ایران علیه رئیس جمهوری ترامپ و دیگر مقام‌های دولتی آمریکا دستور دادم ناو هواپیمابر نیمیتس مأموریت از پیش تعیین شده اش را نیمه کاره بگذارد. ناو هواپیمابر نیمیتس یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین ناوگان‌های هواپیمابر آمریکاست. 90 هواپیما بر روی این ناو جا می‌شوند و حضورش در منطقه میتونه یک پیام بازدارنده باشه واسه ایران. این در حالی این تصمیم رو اتخاذ کردن که در 10 دی هم 2 هواپیمای بمب‌افکن دورپرواز به 52 از آمریکا پرواز کردن به خلیج فارس اومدن و برگشتن و
به این نکته هم اشاره میکنم که نیمیتز در منطقه ماموریتی سنتکام، فرماندهی قرارگاه مرکزی آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا مشغول به ماموریت هست و قبل از اینکه دستور بازگشتش صادر بشه در آبهای سومالی در شاخه آفریقا مستقر بود. خشایار جنیدی بود. اما دادگاهی در لندن که موضوع تحویل جولیان آسانج مؤسس سایت افشاگر ویکیلیکس به آمریکا رو بررسی می‌کرد امروز حکم داد که اون نباید به آمریکا تحویل داده شود. قاضی گفته این خطر وجود دارد که او خودش را در زندان آمریکا بکشد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند آقای آسانج با انتشار 100,000 سند نظامی و دیپلماتیک محرمانه قانون را نقض کرده و جان عده‌ای را به خطر انداخته، اما طرفداران او می‌گویند او جنایت جنگی را افشا کرده. جنیفر رابینسون، وکیل جولیان آسانج با ما هست. خانم رابینسون، اول واکنش شما رو به حکم دادگاه بشنوید. طبیعتاً ما خیلی از این تصمیم استقبال می‌کنیم که قاضی این رو پذیرفته که استرداد او به ایالات متحده خطرناک خواهد بود. طبیعتاً مبنای تصمیم او شرایط زندان‌ها در ایالات متحده بوده و او به این از جمله به مسئله سلامت روانی آقای آسانج و خطر خودکشی اشاره کرده. ما مخصوصاً استدلال کردیم که در موارد مشابه در ایالات متحده تلاش کردن داستان‌ها که به اصطلاح ویسل بلوئرها، افشاگرها یا ژورنالیست‌ها، روزنامه‌نگاران رو تحت تعقیب قرار بدن و در مورد جولیان آسانج این موردی بود که ما طبیعتاً مورد درخواست ما بود و ما استقبال می‌کنیم که از استرداد او به آمریکا ممانعت کردن. شما این بار موفق شدید عملا از استرداد او به آمریکا جلوگیری بکنید، ولی آقای آسانج همچنان در زندان هست در بریتانیا و شرایط همونطور که گفته شده شرایط روانی او هم شرایط مناسبی نیست. آیا تلاش خواهید کرد که او رو از زندان در بریتانیا هم بیرون بکشید یا نه؟ ما یک تقاضای آزادی مشروط خواهیم کرد. چهارشنبه این هفته دادگاه طبیعتاً به ما 14 روز اجازه تقاضای فرجام خواهی داده و که دلایل خودمون رو مطرح کنیم. در این مدت ما می‌خوایم که تا رسیدن به اون نتیجه فرجام او آزاد بشه از زندان به طور موقت و حداقل. مشکل اینجاست که اگرچه در بریتانیا بحث استرداد به آمریکا فعلا منتفی شده، این یک سابقه نگران کننده هست در بقیه نقاط جهان. بحث خطر استرداد روزنامه‌نگاران به آمریکا یا کشورهای دیگر، بنابراین قضیه اینه که با این امیدواریم که این پرونده در واقع یک منشأ بشه، یک سرفصلی بشه برای موارد مشابه، چون این یک میتونه یک مورد خطرناک باشه اگر که بقیه روزنامه‌نگاران رو بخوان مسترد کنن. شما خودتون به خطری که میتونه این برای روزنامه‌نگاران داشته باشه هم اشاره کردین. در کشورهای اروپایی و همینطور در آمریکا قوانین وجود داره که کسانی که افشاگری میخواهند بکنند و روزنامه‌نگار هستند اکثر اونها، قوانینی از اونها حمایت میکنه. آیا آقای آسانج خط قرمزی رو رد کرده بود که قوانین الان علیه او هست و عملا آمریکا میخواد او رو دستگیر بکنه و در بریتانیا هم او شرایط خوبی نداره؟ As we've seen from the universal condemnation. همونطور که در مورد محکومیت شاهد محکومیت این قضیه بودیم در سراسر جهان از جانب گروه‌های طرفدار حقوق بشر و آزادی بیان، روزنامه‌نگاران، کاری که دولت ترامپ کرده بود برای اینکه بیاد و افرادی مثل او رو که به عنوان فعالیت روزمره خودشون کار روزنامه‌نگاری می‌کنن، این از نظر ما این تلاش برای تحت پیگیری قرار دادن آقای آسانج خطرناک بود. دولت اوباما تصمیم گرفته بود که این کارو نکنه، تصمیم گرفته بود که او رو تحت پیگرد قرار نده، اما وقتی دولت ترامپ اومد و تصمیم گرفت که او رو تحت پیگرد قانون قرار بده، به اعتقاد ما این در واقع یک سابقه خطرناکی رو میتونست یا میتونه ایجاد کنه برای دیگر روزنامه‌نگاران که در سراسر جهان میخوان وظیفه خودشون انجام بدن. البته همونطور گفتم دولت آمریکا همچنان 2 هفته وقت داره که تقاضای فرجام خواهی کنه نسبت به تصمیم امروز قاضی.
اما فاش کردن اطلاعات اون که او انجام داده به طور بالقوه 150 سال زندان برای او در آمریکا خواهد داشت، در حالی که چیزی که او منتشر کرده برای پاسخگو کردن مقصران در سراسر جهان در ارتباط با نقض حقوق بشر خیلی مؤثر بوده، خیلی روشنگرانه بوده. بنابراین خیلی آشکاره که وظیفه روزنامه‌نگاری او و افرادی که وظیفه مشابه را انجام میدن یک خدمتی رو دارن میکنن به افکار عمومی، به جامعه به صورت کلی، و بنابراین اگر که در این مورد بیاد و او مسترد بشه به آمریکا، این خطرناک خواهد بود و یک سابقه خطرناکی رو برای موارد مشابه در آینده به جا خواهد گذاشت. ممنونم از وقتی که به ما دادی. جنیفر رابینسون، وکیل جولیان آسانش. با ما علی کریمی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، نامزد ریاست فدراسیون فوتبال شد. آقای کریمی که همواره از منتقدان جدی فدراسیون فعلی بوده، در اینستاگرام از تصمیمش برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال که روز 10 اسفند ماه برگزار میشه خبر داده. علی کریمی برای ایران 127 بازی ملی انجام داده و 38 گل زده. او همراه تیم بایرن مونیخ قهرمان لیگ آلمان هم شده. برای بحث بیشتر در این مورد پوریا ژافره همکارم اینجا با من هست. پویا، علی کریمی چی شده که او تصمیم گرفته پا جلو بگذاره؟ دلیل اصلیش میتونه این باشه که تغییراتی که توی اساسنامه فعلا به صورت موقت داده شده، اصلا یک دلیلش این بود که آدمهایی که داخل فوتبال هستن قبلا به خاطر قوانین سفت و سختی که بود در مورد سابقه مدیریتی و مسائل دیگه، مدرک تحصیلی، خب کسایی که فوتبال بازی میکنن تو اون محدوده سنی خودشون که معمولا آدما میرن دانشگاه درس میخونن مدرک میگیرن بعد فوتبال بازی بکنن، برای همین یه سری قوانین بودن که جلوی کار اینها رو میگرفتن و برخلاف کشورهای دیگه، حالا مثلا در سالهای گذشته بودن، آقای داتکام بوده، آقای مصطفی بوده، آقای نوآموز بوده، اینا فوتبالیستایی بودن که حالا تحصیلات هم داشتن البته و بعدن اومدن در فدراسیون فوتبال رئیس شدن، ولی که به نسبت کشورهای دیگه حداقل تو این 12 سال گذشته که بین آقایان کفاشیان و تاج بود، فوتبالی ها اصلا فرصت اینو پیدا نکرده بودن که بیان داخل انتخابات خودشون رو نامزد بکنن. از یه جهت جا برای علی کریمی و امثال علی کریمی باز شده. دیدیم که راجع به علی دایی هم صحبت بود که البته خودش اومد کنار کشید از این ماجرا. کلا علی دایی گفته بود که خیلی علاقه خاصی به این پست‌های مدیریتی نداره، ولی که مسئله جالب‌تر اینه که تو این سال‌ها اگر یه فوتبالیستی هم می‌خواست بیاد که واقعاً میشه گفتش که منتقد شماره یک فدراسیون بوده و بارها صحبت علیه فدراسیون انجام داده، یه گوشه صحبتش رو تو این مناظره معروفی که با آقای تاج تو برنامه 90 با آقای ساکت که اون زمان دبیر فدراسیون بود در برنامه 90 انجام دادن رو با هم دیگه ببینیم. اگه بیانیه رو بچه‌ها بیارن رو مونیتور یا حالا پیجش رو بگم مردم برن ببینن، خودشون گفتن آقا تمام ما مدارک رو فرستادیم کمیته اخلاق، کمیته اخلاق گفته به ما مربوط نمیشه، بعد شما میایید میگید آقای تاج میگه ما در جریان نیستیم، مگه میشه کمیته اخلاق یه دونه چیز بیاد؟ حالا باشه، شما هیچ کدوم از این جوابای شما آقای تاج منو قانع نکرد. امیدوارم دیگه قضاوت با مردم باشه اینا. طبیعتاً شما اصلا برای مردم مهم نیستشون. طبیعتاً حالا من صحبت رو انجام بدم. من چیزی خارج از اون هر کد علی کریمی بود. علی کریمی شخصیت محبوبیه اصولاً بین مردم. یه دلیل دیگه‌ش هم موضع‌گیری‌های سیاسیش بوده که بارها در مقاطع مختلف دیدیم. چقدر واقعاً ممکنه تاثیر بگذاره برای اینکه اجازه ندند او عملا رئیس فدراسیون فوتبال بشه؟ از نظر قانونی کسی نمیتونه جلوشو بگیره، ولی که خب چه کسی که ندونه، الان نزدیک 12 سال از اون ماجرا میگذره که تو اون نیمه بازی تیم‌های ایران و کره جنوبی آخرین مسابقه که ایران میتونست به جام جهانی 2010 راه پیدا بکنه، دقیقاً یک هفته بود بعد از اون انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که علی کریمی اومد اونجا و کسی بودش که در واقع سردسته اون 6 تا بازیکن تیم ملی بودن که دستبند سبز داشتن و مجبورشون کردن که سر نیمه در بیارن دستبندای سبز رو. چه کسی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران بود در اون زمان؟ مهدی تاج. این یه دعواییه که مدت زمان زیادیه که بین علی کریمی و این فدراسیون فعلی ادامه داره و خب بالاخره بازیکن تیم پرسپولیس بوده، تراکتور بوده، بایر مونیخ بازی کرده، شالکه بازی کرده، تو تمام تیم‌های حاشیه خلیج فارس بازی کرده، برای تیم ملی واقعا
بازی‌های عالی انجام داده و شخصیت محبوبیه، در عین حال حرکاتی که از خودش نشون داده، یعنی نوع برخوردش با جامعه و کلاً اون پاک دستی و پاک دامنی که داشته باعث شده که تو این سالها خیلی شخصیت محبوبی باشه. از نظر قانونی کسی نمیتونه جلوشو بگیره، ولی ممکنه که دست‌های پشت پرده باشن که نظرن بیاد. در هر صورت اومدنش باعث میشه که این انتخاباتی که روز 10 اسفند ماه برگزار میشه واقعا جذاب بشه. ممنونم از پویا پویا جعفر همکارم. اما چند خبر کوتاه بشنویم. در دنیای فوتبال کریستیانو رونالدو باز هم رکورد شکست. ستاره پرتغالی یوونتوس در بازی دیشب این تیم برابر اودینزه 2 زد و حالا با 758 گل زده در دوران عمر حرفه‌ایش از پله، اسطوره فوتبال برزیل عبور کرده. رونالدو که ماه آینده 36 ساله میشه با رکورد 759 گل جوزف بیکان ستاره پیشین اسلاویای پراگ فقط 1 فاصله داره. در نروژ امدادگران 7 جنازه را از زیر آوار خانه‌های خراب شده بر اثر رانش زمین بیرون کشیدند. تلاش برای یافتن 3 دیگر ادامه دارد، اما ناپایداری زمین و سرمای شدید کار را دشوار کرده. در حادثه رانش زمین که چهارشنبه در نزدیکی اسلو پایتخت نروژ رخ داد، بیش از 30 فرو ریخت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که بودجه تأمین مالی و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور کم نخواهد شد. این بودجه را آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو تأمین می‌کنند و حدود 4 میلیارد دلار در سال است. با کاهش نیروهای خارجی در افغانستان، نگرانی از کاهش بودجه هم وجود داشت. آقای غنی در نشستی به منظور بررسی اصلاحات در وزارت دفاع خطاب به نیروهای امنیتی افغانستان گفت که حمایت جامعه بین‌المللی از آنان پابرجاست. و در پایان این بخش خبری بریم به ژاپن، به جزیره هوکایدو در شمال این کشور که تعداد زیادی از عکاسا برای تماشای دومین گونه نادر دورنا در جهان دور هم جمع شدند. دورنای تاج قرمز اگرچه نماد جاودانگی به شمار میاد، خودش به علت کوچک شدن زیستگاهاش در خطر انقراض قرار گرفته. این دورناها در فرهنگ ژاپن اهمیت زیادی دارند و از قدیم باور ژاپنی‌ها بر این بوده که اونها خوش شانس هستند. همونطور که میدونید پرندگان زیادی در فرهنگ ما هم عملا خوش شانس دیده میشند. اینجا دمای 22 درجه زیر صفر هست، اما این مانع نشده که عکاسا برای تماشای این صحنه جا بزنند. ممنون از همراهیتون. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما.